25 سال وارد کنندی که محصولات MDF پارکت و لامینت بودند از کشورهای مختلف. محصول زنیت رو از کشور روسیه وارد میکردیم. ما با کارخونه سازنده این پارکت قرار بر این شد که به صورت مشارکت این خط تولید در ایران راه اندازی بکنیم، اما توی روند مذاکراتمون و قراردادمون نتونستیم. به جای واردات اما توانستند یک سال و نیمه 4 خط تولید را راه اندازی کنند. پای گلاس درو اونم اولین بار هست در ایران، ظرفیت 200,000 ورق هستش. یه خط تولید و مربوط پرس HDF هستش که ظرفیت سالانه در حدود 320,000 ورق پارکت لامینیت هستش. ظرفیت سالانه در سال 1,100,000 متر مربع هستش. MDF هستش، پرس MDF ملامینات که ظرفیت تولید سالانه اونم 400,000 ورق هستش. با بهترین مواد اولیه، چوبی که استفاده میکنیم بهترین چوبه، و بروزترین دستگاه ها و تجهیزات که یا حاصل دور زدن تحریم هاست یا تولید خودشون. دستگاه سلفون زن دورو MDF هست، 0 تا 100 طراحیش، ساختش، اتوماسیونش، تعمیراتش داخل همین کارخونه انجام میشه. حالا با 70% ظرفیت سالانه بیش از 2,500,000 متر مربع محصول تولید میکنند. حدود 35% از بازار داخلی رو میتونیم ساپورت کنیم. در سایز و ابعادی که ما داریم نمونه مشابه در ایران به هیچ وجه نداریم و حتی کالکشن که 0 تا 100 طراحیش با طرح مخصوص خود کارخونه دیوار هستش که در مشابه در سطح دنیا وجود نداره. بیشتر محصولات آلمان و بلژیک میتونن رقیب محصولات این واحد باشن. و به جرئت میتونم بگم کیفیت محصولات ما که تو ایران داره تولید میشه از زمانی که واردات انجام میدادیم به مراتب بالاتر هستش. با هر متر مربع تولید از خروج 4 یورو جلوگیری میکنن و هر متر مربع ما 12 یورو ارزش صادراتی داره. 100% محصولات مقابلت صادرات داره. مدیریت مصرف انرژی از دیگر موفقیت های این کارخانه است. جهت روشنایی سوله ها از سقف کربن استفاده کردیم. سقف کربن مزیتی که داره اینه که کامل نور آفتاب عبور میده. 100% روشنایی ما به وسیله این سقف تامین میشه. اینها تجهیزات راه اندازی یک خط جدید در مسیر خود کفایی است. اینجا محل راه اندازی خط تولید جدید MDF با سایز بسیار بزرگ هستش. علاوه بر این خط، خط آغشته سازی و خط ابزار پارکت از برنامه‌های در دست اقدام این شرکت در آینده نزدیک. زهرا احمدی، خبرگزاری صدا و سیما، شهرک صنعتی ایوان کی.